أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسیار، من به شما قول میدهم که داد شما ستان دارم. چه شد این ماروز؟ این مرد کیست؟ خراش کوچکی است. نگران نباشید. شما خوب باشید. من خوبم. سعی کن سخن نگوی. او را با خود دست ببرید. نگهبان ها! سینوهای طبیب را هم خبر کنید. Yeah.
سرنوشت خوبی نبود نیفر کتا. من سعی کردم اما نفوذ در تو ممکن نبود. قلب تو با گناه مهر شده بود و امکان تأثیر پذیری نداشتی. از اینکه نتوانستم تو را هدایت کنم متاسفم. ای کاش این گونه تمام نمیشد. او را به غرب برده و دفن کنید. برویم مادر. از تو سپاسگزارم. فداکاری تو امروز مرا نجات داد. فدای پیامبر خدا شدن سعادت میخواهد که من نداشتم. ما هنوز به تو احتیاج داریم. من که جز شما دیار و یاوری ندارم. به این زودی میخوایی تنهایم بگذاری؟ آرزویم این است که همه عمر چون خادمی در کنار شما باشم. درود بر عالی جناب زاسیف عزیز مصر. درود خداوند بر تو. شما کاسیبی ندیدید؟ نه نه. زخم عمیقیست، خوب طاقت آورده، اما جای نگرانی نیست. مقداری کتان تمیز و آب گرم برایم بیارید. هرچه در توان دارید دریغ نکنید. میمیسابو برای من خیلی عزیز است. من باید به دیدار آخناتون بروم و ماجرای امروز را با او در میان بگذارم. ما از کجا اطمینان داریم که آن بیرون خطر در کمین جناب یوزاسیف نیست؟ جناب یوزاسیف نباید تنها قصد را ترک کند. شهر ناامن است. درست. من میروم مراقب او باشم. نینفر کپتا هم کشته شده؟ یعنی در بین کاهنان معبد و پیروان آمون یک نفر نیست که شر این کافر را از تر ما کم کند؟ روز به روز بیشتر بر آمون مسلط می شود و بیشتر آمن حتب را شیفته خود می سازد. آمن حتب ابله افسار خود را به دست او داده و آب را بدون مشورت با او نمیخورد. من یک نفر از افسران قصر را میشناسم که شهامت این کار را دارد. او به من قول داده که در اولین فرصت یوزارسیف فرصت طلب را مجازات کند. فکر میکنی از عهده این کار بر بیاید؟ آره. میدونی اگر افشا شود که معبد در قتل آمنهوتپ و یوزارسیف دست داشته چه بر سر ما میآورند؟ خب، مدرکی به دست اونها ندهید. مدرک رو نابود کنید. یعنی هر کس که یوزارسیف و آمنهوتپ را بکشد باید نابود شود؟ بهتر از آن است که در جنگی نابرابر ما از بین برویم و هزاران نفر از اهالی تبز کشته شود. نمی شود قصد کشتن را از سر بیرون کنیم؟ احمق! جنگ بستر بقا و فنای معبد آمون و آیین آمون پرستی
یوزار سیف دشمن من و توست. ما نکشیم او ما را نابود خواهد کرد. اگر او را بکشیم آمن هوتب ما را خواهد کشت. این را چه کنیم؟ ای آمون بزرگ، دشمنان ما را نابود کن، نگذار یک بیگانه کافر بر امور ما مسلط شد، نگذار خدای واقعی و بی‌هویت یوزار سیف بر تو و دیگر خدایان مصر مسلط شد. من به عنوان مشاور شما عرض میکنم اکنون برای اقدام علیه معبد زمان مناسبی نیست. بسیاری از مردم بیگناه کشته خواهند شد و سیطره معبد آمون هم برچیده نخواهد شد. در خصوص من هم نگران نباشید، آنان به من آسیبی نخواهند رسید. این نهایت گستاخی است، به جان شما سوء قصد شده، گرچه مدرکی نیست اما تردید نداریم که کار معبد است. خبرچینی ها و دخالت هایشان را تحمل کردیم، توته و دسیسه را آغاز کردند، توته و دسیسه را تحمل کردیم، سوء قصد به جان شما را آغاز کردند. از کجا که فردا به جان ما سوء قصد نکنند؟ اگر آنان آسیبی به شما بزنند ما را نابود کردند. اگر قصد شما نابودی آخماهو و کاهنان است، همین امروز میتوان به این مقصود دست یافت. اما اگر هدف تغییر آیین بت‌پرستی و دعوت به یکتا پرستی است، باید صبر کنید. مردم با شمشیر هیچ آیینی را نمیپذیرند. اگر جناب فرمانروات ها زمان قحطی صبر کنند، به خواست و اراده خداوند نابودی آمون و کاهنان را شاهد خواهیم. بسیار خوب. از آنجایی که به شما اطمینان داریم صبر میکنیم. این ماجرای مسافرت چیست؟ شنیده این قصد سفر دارید؟ تصمیم گرفتم از تمام سرزمین مصر و قصبات بازدید کنم و میزان ذخیره سازی گندم و ساخت سیلوها را از نزدیک ببینم. با آن که تحمل دوری شما سخت است اما چاره ای نیست، باید با تقاضای شما موافقت کنم، چرا که میدانم تصمیم درست است. من به جذب مردم و ایجاد ارتباط با آنان فکر میکنم. مردم اگر حکومت را از خود بدانند دان اطمینان میکنم. امیدوارم این رابطه برقرار شود و بتوانیم مردم را تشویق به ذخیره سازی گندم و کشت وسیع کنیم. پیش از عزیمت شما را ببینم. حتما نمیشتم. مالک، او اینک اسیر است. نگهبان، او را ببرید. آلی جناب، دستتان چه شد؟ چیزی نیست، به خیر گذرد. او را با خود به زندان موقت قصد ببرید. اتفاقی افتاده، میخواستن جناب یوزار سیف را بکشند. در این بس چه خبر است؟ حق دارند، وجود جناب یوزار سیف برابر است با نابودی آنها. به آنان حق میدهند، آنها از موجودیت خود دفاع میکنند. آن اخماو انسان زیرکی است، او خوب میداند کشتن یوزار سیف و آخناتون تنها راه نجات معبد است. خوشبختانه ضربه کاری نبوده. مقداری کتان تمیز و آب جوش برای میآورید.
پناه و پشتیبان همه ما خداوند عالمین است. اگر نیک بنگریم هر لحظه و همه جا او در کنار ماست. آن اخباهو و کاهنان معبد آمون شانس بلندی دارند. هم من صفاک و خون ریز نیستم، هم جناب یوزارسیف اجازه نمیدهند که پا را از دایره عقل بیرون بگذارم، وگرنه از معبد آمون جز ویرانهی بر جای نمیگذاشتم. جای نگرانی نیست، من سقوط آینه بت پرستی و سرنگونی آمون را دور نمیبینم. نمیدانم چرا امشب آسمان غمگین است. در آسمان امشب خبرهای خوبی نمیبینم. چه خبری؟ این خبر مربوط به چیست؟ درست نمیدانم. زادگاهم کنان را شلوغ و آشفته میبینم. در هر حال ما تسلیم اراده پروردگاریم. چرا نامه‌ای به یعقوب نبی نمی‌نویسی؟ اصلا چرا چند پیک به کنعان نمی‌فرستی تا پدرت از وضع حال تو باخبر شود؟ نمی‌دانم چه حکمتی است. تا کنون چندین بار اقدام کردم، اما هر بار پیک پروردگار یکتا مانع شد. ظاهرا هنوز زمان دیدار ما فرا نرسیده. سالهای گذشته راهیل، فائقه، یاکین پیر و بسیاری دیگر را دیدید که در پی این قافله رفتند. سال گذشته زلفا و امروز نیز اله. کاروان مرگ بی وقف می گذرد و آدمیان یکی پس از دیگری به ناچار به این کاروان می پیوندند. اگرچه بلهه و زلفا آتش حسادت و عداوت را در فرزندان من دامن زدند، اما من از آنان گذشتم. از آنان گذشتم و از خداوند می خواهم که از گناهانشان درگذرد. من مرگ بلهه را به دان و نفتالی تسلیت می گویم و از خداوند می خواهم که روح او را قرین رحمت خیش کنم. من نمیتوانم در قصد زندگی کنم. بهتر است از اینجا به جای ساده تری نقل مکان کنم. چرا عالی جناب؟ مگر اینجا چه عیبی دارد؟ بهتر است این قصد را برای فرمان روایم بماند. تا کنون مجبور بودم مکانی ساده تر برایم تهیه کنید. بسیار خوب، اگر فرصت دهید به زودی به کمک ایناروس و میمی سابو مکانی مناسب تهیه خواهم کرد. همین امروز پیکایی را به سراسر مصر روانه کنید و فرمانداران همه شهرها را به تپس دعوت کنید. چند تن از معماران توانای مصر را نیز خبر کنید. هرچه زودتر ساخت سیلوها باید آغاز شود. اطاعت می شود. در تپس باید 7 سیلو ساخته شود.
عالی جناب، در تپس یک مجموعه کفایت میکنن، 7 سیلو لازم نیست. اولا که تپس مرکز مصر است و از همه شهرهای مصر و کشورهای همجوار به اینجا مراجعه میکنن. بدیهی است که سیلوها باید 7 سال تمام پاسخگوی نیاز این همه جماعت باشد. ثانیاً چون گندم را باید با خوشه ذخیره کنیم، به سیلوهای بیشتری نیاز داریم. عالی جناب، با خوشه چرا؟ این که چند برابر سیلو میخواهد. ما باید با یک تیر چند نشان بزنیم، هم گندم مورد نیاز مردم را ذخیره کنیم، هم علوفه و کاه مورد نیاز حیوانات را. بدیهی است که برای برداشت گندم باید دریچه‌هایی در زیر سیلوها ایجاد کنیم. این سیلوها باید به گونه‌ای ساخته شود که از نم زمین و باران آسمان در امان باشد. برای رسیدن به این منظور باید زمین را حفر کنیم به شکل گودالی بزرگ و طولانی. در این گودال زیر زمین بزرگ و محکمی از سنگ بسازید و سیلوها را در کنار یکدیگر بر روی سقف محکمی این زیر زمین بنا کنید. برای حفاظت گندم از باران باید سقف سیلوها کاملا پوشیده باشد. در بالای بدنه سیلو باید دریچه ایجاد کنیم که از آنجا گندم ها را به درون سیلوها بریزیم. این خیلی خوب است. در این صورت گندم از نم زمین محفوظ میماند. کاملا درست است. باید سعی شود هر مجموعه شامل 7 سیلو باشد تا در هر سال 1 سیلو ذخیره سازی شود و در زمان قحطی هم هر سال 1 سیلو بهره برداری شود. عالی جناب، چرا سیلوها را تک تک نسازیم و مجموعه سازی کنیم؟ برای اینکه حراست از آنها ساده تر و تعداد نگهبانان مورد نیاز کمتر باشد. عالی جناب، اگر اجازه بفرمایید ابتدا نقشه سیلوها را تهیه کنیم. من قبلا تهیه کردم، می توانید شروع کنید. فرمانداران محترم توجه کنند، باید همزمان با ساخت سیلو ساخت نهرها و آب بندهایی بر روی نیل آغاز شود تا آب نیل را با فاصله زیادی از رود انتقال داده و کشت و کار در سطح وسیعی شروع گردد. کسانی را استخدام و مأمور کنید که به جمع‌آوری سریع و دقیق مالیات‌ها بپردازند و به مالیات دهندگان سند و مدرکی بدهید که به بخشودگی مالیاتی یقین پیدا کنند. و همین مأمورین 1/5 درآمد کشاورزان و پیشه‌وران را دریافت و به آنان رسید و سند ارائه دهند تا در زمان قحطی به میزان دریافت وجه به آنها گندم پرداخت شد. عالی جناب، سرمایه ساخت این سیلوها از کجا باید تامین شود؟ بدیهی است که ساخت سیلوها از محل همین درآمدها تامین می شود. اگر سوالی هست من می شنوم و اگر نیست من مطلبی ندارم. بروید و به جد کارتان را شروع کنید. جایی مناسبی است. امیدوارم نبی خدا نیز بپسندد. اگر خرابه هم باشد او میپسندد. صبر کنید، داخل را هم ببینیم. برویم.
این سند رو نشان دهید مورد بخشودگی قرار میگیرید. سپاسگزارم عالی جناب. نفر بعد. این مالیات 3 سال است. طبق این سند شما 6 سال معاف از مالیات هستید. نفر بعد. جناب مالک. آرام‌تر. مراقب باشید. بفرمایید. این سیلوها باید به گونه‌ای ساخته شود که از نم زمین و باران آسمان در امان باشد. برای رسیدن به این منظور باید زمین را حفر کنیم به شکل گودالی بزرگ و طولانی. در این گودال زیر زمین بزرگ و محکمی از سنگ بسازید و سیلوها را در کنار یکدیگر بر روی سقف محکمی زیر زمین بنا کنید. یوزارسیف به کجا می رود؟ او برای سرکشی از کشاورزی و سیلوسازی به منفیس می رود. او تصمیم دارد که از همه شهرها بازدید کند. باز چه شده؟ اتفاقی افتاده؟ حتما باید ناسزا بشنوی تا زبانت باز شود؟ از چه
شنیدنش خوشحال نخواهی شد. گویا یوزارسیف به منفیس سفر کرده. فقط سربندت نیست که تو رو شبیه مار کرده. نیش کلامت از زهر مار هم بدتر است. یک بار شد خبر خوش بیاوری؟ از که شنیده ای؟ یکی از اهالی تپس هنگام رفتن در بندرگاه او را دیده بود. هر چه زودتر تحقیق کن، خبر دقیق را برایم بیاور. میتوان یوزارسیف را زیر نظر گرفت. او هر روز در گوشه‌ای از مصر است. دیر دست به اقدام زدیم. پیش از اینها باید یوزارسیف را میکشتیم. این از بی عرضگی شماست. وگرنه یوزارسیف نباید جان سالم به در میبرد. با خبر شدیم که افسر رابط ما در قصر کشته شده. ظاهراً هنگامی که قصد کشتن یوزارسیف را داشته، جان خود را از دست داده است. میدانی اگر کشته نمی شد، امین هتب چه بر سر ما می آورد؟ این از عنایات آمون بزرگ است. یوزارسیف نباید موفق شود که قحطی را مهار کند. تا اونجایی که می توانید گندم ذخیره کنید و مانع به ثمر رسیدن تلاش ها و زحمات یوزارسیف شوید. به معابد سراسر مصر پیک بفرستید و مردم را بر علیه او تحریج کنید. حقیقت دارد؟ بله بانوی من. امروز صبح با یاران خود راهی شهر منفیس شدم. دلم خوش بود که یوزارسیف در این شهر است. حال با دوری او چه کنم؟ ای خدایان قدرتمند مصر، ای آمون بزرگ، این گونه پاسخ ناله های مرا می دهید؟ من از شما تقاضا کردم یوزارسیف را به من برسانید، اما شما او را از من دور می کنید. نمی دانم چرا خدای او این همه یاریش می کند، اما شما به خواسته های من این همه بی توجهید. بله، با من کاری داشتید؟ میروی مالیات بدهی؟ قحطی کجا بود؟ چرا این سکه ها را به اینها میسپارید؟ برای من فرقی نمی کند، چه قحطی باشد چه نباشد، من با پرداخت یک سال مالیات از پرداخت دو سال معاف میشوم.
درود بر نبی خدا. درود خداوند بر شما باد. تمام اراضی این منطقه شخ شده، امروز بحث پاشی به پایان میرسد. خسته نباشید، خداوند یاریتان کند. سعی کنید هیچ جای منطقه خالی از بذر نماند. حرکت کنید. مگر قرار است چقدر گندم ذخیره شود که شما این همه سیلو میسازید؟ گندم 7 سال همه مردم مصر، آن هم با خوشه، چون هم گندم برای غذای مردم، هم علوفه برای حیوانات مورد نیاز است. یوزارسی مردم را مسخره کرده است، گندم را که با خوشه ذخیره نمی کنند. این هم از پیشگویی یوزارسی. در تحقق آن تردید نداشتم. این باران یعنی 7 سال نعمت و فراوانی آغاز شد. این عجیب نیست؟ او همه چیز را می‌داند. یوزارسی پس کجا با این همه اطمینان گفته است؟ بر مصر 7 سال فراوانی خانی داشت. میگویند خدایش همه چیز را به اون میگوید. پس چرا خدایان ما چیزی به ما نمیگویند؟ چرا آنها هیچگاه پیشگویی نمیکنند؟ Thank you.
بر خادم معبد خدایان. درود خدایان بر تو؟ میبری که گندم هایت را تحویل دهی؟ آری، برای زمان قحطی باید ذخیره کرد. از کجا میدانی که در زمان قحطی حکومت یوزارسیف این گندم ها را به تو پس خواهد داد؟ نمیدانم، میگویند که میدهیم. تو اگر گندم ها را در خانه نگه داری، خیالت از بابت قحطی راحت تر نیست؟ یوزارسیف انسان خوبی است، من به او اعتماد دارم. انسان در بحران هاست که وجود خود را بروز میدهد. یوزارسیف زمان قحطی قطعا با یوزارسیف زمان فراوانی متفاوت خواهد بود. دیگر را سرکشی کنید من می کنم. میهمان ناخوانده نمی خواهید؟ خوش آمدید، خوشحال می شوید. درود خداوند بر شما. سپاسگزاریم. امسال محصول خوبی بود؟ آنچنان که در همه عمر ندیده بودم. حتی اجداد ما هم از چنین محصولی یاد نکرد. هر کس زحمت بکشد و تلاش کند، نتیجه آن را خواهد دید. هر چه درو میکنیم تمام نمیشود. این نهایت آرزوی هر کشاورزی است که محصول زیادی داشته باشد. میگویند عزیز مصر دعا میکند و خدایش زمین ها را بهبود سازد. من هم یقین دارم که همه اینها کار خدای یوزارسیف است. بگو ببینم، تو هم به پدر کمک میکنی؟ آری، خوشه هایی را که پدر درو میکند من و خواهرم جمع میکنیم. آفرین پسر، آفرین. مرد آینده ی خانواده تو هستی، باید پدر را یاری کنی. شما چه غذایی نخوردید؟ همین کافی است. سپاسگزارم. خداوند نگهدارتون. خداوند نگهدار شما. که بود؟ نامش را نپرسیدید؟ نگفتید که هستید؟ اهل کجایید؟ یوزارسیف هستم، خادم شما. حرکت کنید. نمیتوانم باور کنم، یعنی او یوزارسیف بود؟ آره، یوزارسیف عزیز مصر مهمان ما شد و با ما غذا خورد. خدایان تو را حفظ کنند یوزارسیف. چهره زیبایی داشت. منطقه درو شد، قدری آنجا مانده، اینجا هم امروز درو میشه. حتی یک خوشه هم باقی نمانده، همه را درو.
خداوند یاری حرکت. زمین های خود کار میکنید یا زمین های فرمان روا؟ زمین های فرمان روا. تاکنون استقبال مردم برای تحویل گندم چگونه بوده است؟ چندان خوب نبوده. کاهنان با بدگویی و ایجاد تردید در مردم مانع تحویل گندم به سیروها شدند. مردم را به اینجا بخوان. میخواهم با آنها سخن بگویم. گوش کنید. گوش کنید. جناب یوزارسیف با شما سخن دارند. بارها را به زمین بگذارید و کار را رها کنید. نزدیک شوید. نزدیک شوید. بیایید. به من گفتند کاهنان سعی میکنند مردم را از تحویل گندم منصرف کنند. بسیار خوب، از نظر من مانعی نیست. هر کس اختیار گندم خود را دارد و میتواند آن را نزد خود نگه دارد. اما بد نیست بار دیگری مطلب را تکرار کنم. ما در زمان قحطی به کسانی گندم میدهیم که از آنان گندم دریافت کرده باشیم. حکومت مصر موظف است به هر شکل ممکن برای شما که اینجا گندم ذخیره کرده اید گندم تهیه کند. بنابراین اگر کسی گندمش را نزد خود نگه دارد، به هر دلیلی گندمش آسیب ببیند، از ما نمیتواند گندمی دریافت کند. من توصیه میکنم با تحویل گندم به سیلوها قوت خانواده خود را تضمین کنید. این مطلب را به دیگران هم بگویید. مالک حرکت میکنیم. گندم های من اینجا باشد خیالم راحت تر است. من به یوزارسیف بیشتر از چشمانم اطمینان دارم. گفتند گندم ها را با خوشه ذخیره کنید. شما چه می کنید؟ گندم می کوبم، کاری که همیشه می کردم. اکنون با گذشته خیلی متفاوت است. قحطی در پیش داریم. من باور نمی کنم. اینها سخنان یوزارسیف است. کدام قحطی؟ اگر قحطی شد چه؟ من اطمینان دارم که نمی شود و نخواهد شد. فرض کنیم که شد. تو که ذخیره نداری با قحطی چه خواهی کرد؟ در آن صورت از مأمورین گندم می‌خریم.
اما تا آنجا که من میدانم گندم به کسانی داده می شود که از همکنون گندم تحویل سیلوها داده باشند و برای زمان قحطی اندوخته ای داشته باشند. وقتی دیدیم قحطی در حال آمدن است ما هم ذخیره می کنیم. ولی قحطی که شروع شد دیگر ذخیره سازی ممکن نیست. ذخیره همان است که از قبل فرستاده اید. اما آسمان که بخیل شد قطره باران به زمین نخواهد فرستاد و دانه گندم سبز نخواهد شد. شما چه با اطمینان سخن میگویید؟ گویی نماینده خدایان بر روی زمین هستید. یا از آینده میایید و همه چیز را از پیش دیده اید؟ آری، من فرستاده خداوند بر روی زمین هستم. مسئله قحطی مصر مسئله قیامت است. اگر در این 7 سالی که در مزرعه دنیا هستید چیزی کاشتید و آن را ذخیره کردید، در 7 سال قحطی آخرت چیزی برای درو کردن دارید. ولی آن که از تلاش و ذخیره سازی غافل بوده، توشه‌ای برای بهره برداری در روز معاد ندارد. برای زمان قحطی ذخیره کنید. نگفتی که هستی؟ یوسف، یوزارسیف هستم. بانو زلیخا، تو هستی رودامون؟ از یوزارسیف برایم خبر آوردی؟ هر روز در شهریست. ساخت سیلوها، کشت مزارع و جمع‌آوری مالیات‌ها را زیر نظر دارد. او مشغول جمع‌آوری محصول و مبارزه با قحطیست. در 5 سال گذشتم چندین بار برای عرض گزارش و مشورت با آخناتون به تبس آمد. اگر این بار آمد مرا خبر میکنی؟ سعی میکنم با دوستانم در قصد صحبت کنم تا اگر یوزارسیف را دیدند ما را خبر کنند. میخواهم نگهبانان قصر را مرخص کنم. مزد نگهبانان قصر مدتیست به تعویق افتاده. تو امین قصر ما هستی، از سوفر میخواستی تا پرداخت کند. رودامون بدون اجازه بانو کاری انجام نمیدهد. مزد همه اهالی قصر را بپردازید. این قصر پس از مرگ پوتیفار نیاز به این همه محافظ و نگهبان ندارد. همه را مرخص کنید. خفو و سوفر را به اینجا بخوان. ولی بانو، قصر بدون نگهبان امنیت ندارد. ممکن است مورد دستبرد قرار گیرد. شما که هستید خیالم آسوده است. اگرچه می دانم این کار خطرناک است و من به تنهایی نمی توانم از عهده این کار بر بیایم، اما فرامین بانو زلیخا را اطاعت می کنم. زمان این قصر متعلق به دومین مرد این سرزمین عزیز مصر پوتیفار بود. ولی اکنون چه؟ اکنون متعلق به یک بیوه شکست خورده مفلوک است که نه اشتیاقی به این قصر و بارگاه دارد، نه شوری برای ادامه این زندگی. و اگر شعله‌ای که یوزارسیف در قلب مفروخته نبود، خود را از قید این زندگی خلاص می‌کرد. احساس میکنم غیر از یوزارسیف هیچ چیز در زندگی من وجود ندارد.
دستمزد موفقه همه نگهبانان و کارکنان قصر را بپردازید و همه آنها به جز رودامون را مرخص کنید. دیگر توان پرداخت دستمزد آنها را نداریم. جناب خوفو هم کاهنان معبد را مرخص کنند. تأمین مخارج و غذای آنان برای ما مقدور نیست. معبد آمون از همان موقعی که یک کافر پیشکار این قصد شد باید بسته می شود. تا کنون هم بیهوده باز بوده.